همراه هستیم با آقای دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران. سلام و شب بخیر آقای دکتر الفت. لطفاً تحلیل شما را درباره هشدار سازمان ملل درباره ناامنی غذایی مبنی بر اینکه حدود 10% جمعیت جهان از گرسنگی رنج می‌برند بشنویم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بیننده‌های محترم. بله، به صورت من برای سراغ اصل موضوع. ببینید، یک شاخص جهانی وجود داره توی بحث امنیت غذایی که حالا تعریف بانک جهانی با همون عبارت که به کار برده گفته دسترسی مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن زندگی سالم. خب این در قرن حاضر یه خود به چالشش شده. تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، بالا رفتن قیمت انرژی و کمبود آب در بسیاری از جاها و به همین صورت رقابت هایی که بر سر زمینه ها داره انجام میشه باعث شده که بحث تولید مواد غذایی در قرن 21 به یکی از مشکلات بزرگ در قرن بین قرن از به عبارت ابتدای ثبت تاریخیش تا الان تبدیل بشه. اون چیزی که پیش‌بینی کرده فاو برای به عبارت تامین مواد غذایی به سال 2050 میلادی، برای 9 میلیارد نفر در سال 2050 باید 2 برابر مقدار مواد غذایی که الان هستش تولید بشه. خب این چالش ها بسیار زیاد هستش و تغییرات اقلیمی و از بین رفتن بسیاری از اراضی کشاورزی در حوادث آب و هوایی باعث شده که این امنیت به خطر بیفته. خب یک تولید کننده های بزرگ ما که در سطح جهان دچار جنگ شدن و همینطور به عبارت اختلافات سیاسی به این امنیت غذایی تامینش دامن زده. در کنار اون البته شاخص دیگه هم داره فاو که اون رو به عنوان ایمنی به عبارت غذایی مشخص میکنه و در اون بحث تغذیه سالم و رژیم غذایی هستش. حالا اصل موضوع این هستش که همین مواد غذایی کمبود دارن. الان یه چیزی نزدیک 1 میلیارد نفر از جمعیت دنیا درآمدی کمتر از 1 دلار دارن. خب با این درآمدی کمتر از 1 دلار تأمین سبد غذایی با اون چیزی که بانک جهانی تعریف کرده، یعنی هم از نظر دسترسی فیزیکی هم از نظر دسترسی اقتصادی، بله، الان خیلی توی جهان فعلی قابل دسترس نیستش. نگرانی سازمان ملل در این زمینه بسیار اهمیت داره، به این دلیل که آنچه که در دنیا برای آینده باید تولید بکنه و نگه داره ساختار دنیا را همین انسان سالم هستش. بله. که متاسفانه از نظر سرمایه‌گذاران هم حوزه کشاورزی با توجه به چالش‌هایی که عرض کردم جذابیتی نداره. اینه که یک نگرانی جدی رو در سال‌های آینده به وجود آورد. از توضیحات مفیدی که دادید ممنونم. دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران.